دریا با بازی فروزان دختریه که توی یه مثلث عشقی با ناخدا و مسلم گرفتار شده. ناخدا طاهر از مردم بندر در مقابل جور و اجحاف مسلم و دار و دستش حمایت میکنه و از طرفی از ازدواج اون با دریا هم خشم میگینه. این اتفاق باعث درگیری های عجیبی میونه این سه نفر میشه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بفرمین انگور و هلو بخوریم. ببینم تاله، من دختره خوشگل خیلی زیاد دیدم، اما تو یه چیز دیگه. والا این ظلمه. مگه میشه خدا اینقدر خوشگلی رو به یه نفر بده؟ اون وقت خیلی دختره دیگه بیچاره حسرت یه ریز خوشگلی رو داشته باشن. مسخره تو شد. میدونی من یه روز زن بگیرم؟ آره، اگه یه روزی به فکر زن گرفتن بیفتم. میخوای زن بگیری؟ کی به فکر زن گرفتن میفتی؟ چه میدونم بابا، من اصلا به این فکر نبودم، الکی گفتم. اتفاقا من فکر میکنم شما دوتا خیلی به هم میاد. ای خالی جون، چه حرفا میزنی شما. من خودم همه کاراتون رو درست میکنم، شماها برای هم آفریده شدی. قربونه دهنتون برم خانومتون، الهی نوکرت بشم، چاکرت بشم با این حرف زدنت که انگار نقل و نبات پخش کردیم. آدم قلقلکش میاد. من از حالا خودم رو شاد اومد میبینم. جون من بیا رول عروسی دوماده بازی کنیم. مرگ مسلم بیا این تن ببینه. بیا جون من بیا. خانم شما نگاه کنیم ببینیم به ما میاد یا نه. سلام ناخدا. چه خبره؟ مهمونی داریم؟ مگه نمیدونین اگه مسلم آفتابی بشه براش خطرناکه؟ چه خطری؟ بذار همینجا باشه ناخدا، هیچ طوری نمیشه. تو که نمیدونی من نسبت به اون مسئولیت دارم. اگه یه نفر از آدمای جابر رو پشتمونو مخفی شده باشه کار این تمومه. اصلا باید یه فکر دیگه براش بکنم. شاید ببرمش یه جایی. نخیر، بذار همینجا باشه. اینا هم دیگه رو دوست دارن، میخوان با هم عروسی کنن. چی داره میکیسن؟ چرا پرت و پلا میکی؟ خوشت میاد حرف مف میزنی؟ چیه؟ کسی مزه چیزی پرون؟ نه از حرف عروسی خندم گرفت. آخه هر کسی بخواد با من عروسی کنه باید از شما خواستگاریم بکنه. به ناخدا چه مربوطه؟ با این حرفا چیه خاله جون؟ ناخدا بزرگتر ماست، اجازه ما دست اونه. مگه نه ناخدا؟ برو اون اتاق. چشم، نوکرتم ناخدا. عصبانی نشو ناخدا، من تا تو اجازه ندی با کسی عروسی نمی کنم. من اصلا عروسی نمی کنم مگه اینکه تو بگی. فیلم سرگروهبان با نقش آفرینی ناصر ملک مطیعی و منوچهر وثوق محصول سال 1351. داستان راجع به حجت با بازی منوچهر وثوقه که همسرش رو به قتل میرسونه، به خرمشهر میره و به کمک مردی به نام رحمان قصد داره شبونه با قایقی از مرز آبی فرار کنه، اما مأموران اون رو تعقیب میکنن. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. اگه جورابا نشوری یا سر زور به هم نهار ندی یا تو خونه قرقر کنی اینطوری کبابت میکنم. اگه بی اجازه پاتو از تو خونه بذاری بیرون جیمون کفت. اگه خرجی کم بدی یا شبا دیر خونه بیای، اگه باز بذاری بری یا اگه باز بری عقدت میکنم. عقدم میکنی؟ عقدم میکنی؟ عقدم میکنی؟ We'll be right back.
حشمت کارخونه همسرش رو که بیماری قلبی داره اداره میکنه و از تصمیم همسرش که بعد از مرگ اموالش به خواهرش فرشته برسه ناراحته. حشمت قصد داره به فرشته هتک حرمت کنه و در نهایت اونو از میون برداره، اما در نهایت متنبه شده و قصد خودکشی داره. بخشایی از فیلم آسمون بی‌ستاره رو با هم تماشا میکنیم. شما هنوز بیدارین؟ من که بهتون گفته بودم شب دیر میام، پس چطور هنوز نخوابیدین؟ خوابم نمی برد، راستشو بخواین منتظر بودم شما بیاین. چرا اونجا وایسادین؟ نمیخواین بیاین تو؟ آخه خوابم میاد. خیلی خوب، هر جور راحت ترین. راستی امشب خوش گذشت؟ بد نبود، مهمون یکی از رفقامون بودیم. شما چی؟ تمرین خیلی ناراحتتون کرد؟ نه، گاهی آدم با چیزایی که دلخوشی داره خودشو سرگرم میکنه. زیادم تنها نبودم. عکس شماست. ببخشین بی اجازه برداشتم. شب بخیر. نمی‌برد. راستشو بخواین منتظر شما بودم. منتظر شما بودم. منتظر شما بودم. آروم باش. آروم باش ای دل صاب مرده. تو نباید اختیار خودتو از دست بدی. تو نباید برای زن شوهردار بلرزی. تو سینه یه مرد خوابیدی. یه مردم به ناموس مردم نگاه نمی کنه. اگه تو این مبارزه شکست بخوری درت میارم و جلوی سگ میندازمت. خدایا نظر خواهش نفس به من غلبه کنه. فیلم پری خوشگله با بازی منوچهر وثوق و شهناز تهرانی محصول سال 1353. پری با بازی شهناز تهرانی بعد از مرگ پدرش مسئولیت نگهداری خانوادش رو بر عهده داره. پری قصد داره که خواهر کوچکترش رو که مجبور تو شرایط بدی در کافه کار کنه نجات بده. پری از شیراز به اصفهان میره و سر راه جوان ثروتمندی با بازی منوچهر وثوق قرار میگیره. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. ممکن دستتون رو بزنید تو دست من، شاید قوت قلب پیدا کنم بتونم حرفامو بزنم. چه انگوشتر قشنگی دستتون. نمیپرسین چه عطری زدم؟ چرا؟ راستی خیلی دلم میخواست بپرسم شما چه عطری میزنی؟ دستتونو نمیذارین پشتم. خودتونو ناراحت نکنین، اگه دلتون بخواد میتونین منو بغل کنین. چیز عجیبیه، من هرچی میخوام بگم شما قبلا میگین. پس راستی که دل به دل راه داره نه؟ آخه من اینا رو قبلا از دهن یه مرد دیگه شنیدم. یه خانم باز درجه یک، یه مرد هوسران بی چشم رو. ولی من هیچ منظوری نداشتم، اینا رو در نهایت صفا و صمیمیت گفتم. والا نمیدونم شما چطور برداشت کردین. اتفاقا جلوی آپارتمان شما رسیدیم. اگه منو به یه قهوه دعوت بکنین حتما قبول میکنم. آره منم میخواستم همینو بگم. بس دیگه پرویز، نمیخوام دیگه چیزی بگی. فیلم مروارید محصول سال 1352 به کارگردانی اسماعیل پورسعیده. توی فیلم صالح بعد از مرگ پدرش تأمین معاش خاله و مادرش رو بر عهده داره. صالح و دوستش عدنان به مروارید علاقه پیدا میکنن و عدنان که نمک پرورده صالحه از علاقه خودش میگذره تا صالح با مروارید ازدواج کنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم.
داشتم میمدم اسکلتو رو ببینم. برادرم میگفت تو فردا میخوای بری صید مرواری. آره. میخوای بری به جنگ کوسه ها. وقتی این خبر رو شنیدم خیلی ناراحت شدم. خدا میدونه الان تو قلب من چی میگذره، مخصوصا که میدونم به خاطر من داری خودتو میندازی تو درد سر. اما خیالت از بابت من راحت باشه. من اگه تو آخر عمرم به انتظار تو بشینم، ممکن نیست اجازه بدم مرد دیگه ای وارد زندگی من بشه. بیا فکر تو عوض کن سالی. پولی که بابام پیشنهاد کرده اونقدر سنگین نیست که تو به خاطر اون جون خودتو به خطر بندازی. راستش من تو وضعی قرار گرفتم که راه برگشت ندارم، چون الان دیگه تو بندر همه میدونن که من میخوام برم صید مروارید. اگه بخوام تغییر عقیده بدم میگم فلانی ترس برش داشته. حالا کجا میری صید؟ کیشه یا هنگام. یه لنچم اجاره کردم، کرایشم پیش دادم. من خیلی میترسم سالی، نرو. تنها که نمیرم عزیزم، عدنانم با من میاد، بی بریم.